The LG G5 was modular design. The first phone built for fun. چه کربلاست که آدم به هوش میاد. هنوز ناله زینب به هوش میایش. چه کربلاست که از اون بوی سیب میاید. صدای ناله است. جایی که 1400 و اندی سال پیش به شکل تپهی بلند بود و اشراف کامل به صحنه نبرد و پیکار حق علیه باطل داشت، جایی که عمه سادات حضرت زینب سلام الله علیها لحظه لحظه واقعه عاشورا رو به چشم دید، جایی که ام المصائب زینب کبری سلام الله علیها لحظه شهادت برادر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام رو به چشم دیدن. میخواییم بریم و عرض ارادت و زیارتی کنیم از تل زینبیه، جایی که وجب به وجبش جای قدم های ام المصائب حضرت زینب سلام الله علیه است. اینجا قطعی از بهشت، کربلای معلا و تل زینبیه است. خب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با ورود به این زمین، زمینی که مقدس است و پاک، تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، به خاطر اینکه زمین رو خریده حضرت ابا عبدالله، زمین زمین پاکیزه است، غصب نیست. حضرت به یاران دستور داد که خیمه ها رو برپا کنید. یاران خیمه ها رو به دستور حضرت ابا عبدالله در یه جایی که پسترین قسمت زمین بود شروع کردن به برپا کردن. و اینجا سوالی مطرح شد، حضرت زینب سلام الله علیها که جنگ دیده بود، با فضای رزم و میدانهای جنگ آشنایی داشت و میدانست همیشه انتخاب ارتفاع برای جنگ مناسب تره، از برادرش سوال کرد که برادر چرا اینجا را انتخاب کردید؟ حضرت فرمود به دو دلیل اینجا را انتخاب کردم،
یکی این که دشمن دیرتر دسترسی پیدا بکنه، یعنی از صحنه جنگ و کارزار دور باشیم. بعضیا لغت کربلا را هم از کاربالا گفتن. کار یعنی جنگ که کارزار ما داریم، زار یعنی محل و کاربالا یعنی جایی که در آن جنگی بزرگ برگزار می شود، برپا می شود. حضرت فرمود یکی به این دلیل که دشمن دیرتر دسترسی به خیمه ها داشته باشه، اما نکته دوم این است که خیمه نشینان صحنه جنگ رو نبینند. پیشتر گفتیم که کربلا را اقر هم میگویند، یعنی دارای پستی بلندی است. در نتیجه محل برپایی خیمه ها محلی بوده که میدان دیده نمی شده. کربلا چی داره که ده سفر شما رو کشونده؟ کربلا حسین داره، بالاتر از همه این که بهترین خلق خدا، کسی که خدا میگه خونبهای منه، تو این کربلا الان ما بین دو تا حرم بهترین خلق خدا نشستیم. یه طرفمون حرم مهربون ترین برادر دنیا، یه طرفمون حرم بهترین ارباب دنیا. این بالاتر از این فکر نکنم چیزی داشته باشه. سفر سختیه، سختیش هم قشنگه، سختیش هم قشنگه. این قشنگیه چیه؟ شاید خیلی ها ندونن، شاید خیلی ها نتونن حس کنن. ببین اینجا خستگیش لذت داره، اینجا گشنگیش، تشنگی، همه چی اینجا لذت داره. اینجا عرشه. وقتی تو بین الحرمین داری راه میری، جا پای امام حسین میذاری، دیگه سختی ها برات کلن نادیده گرفته میشه، کلن اصلا سختی ها رو نمیبینی، نمیتونی ببینی اصلا. در برابر سختی، در برابر مصیبت که سید الشهدا کشیده، نمیتونی اصلا این سختی رو بخوای لمس، اصلا سختی نداره، سختی نمیبینی، نمیتونی ببینی، نه خستگی، نه هیچی. اولین باری که اومدی کربلا یادت هست؟ یه چیز هایی بود. چند سال کشید؟ که هم آلوش 7 سال پیش بود. واسه اولین بار که چشم باز کردی گفتن این گنبد طلای همه رو ولی باشن، این گنبد طلای ارباب محسنه. وقتی که این دوتا گنبد زیبای طلا رو دیدی، یه سوالتون موقع چی بود؟ حالا اون موقع اصلا چه بار اول، چه این بارهایی که بعد بار اول اومدم، نگاهت وقتی به گنبد میفته فقط گریه است، فقط گریه است، چیزی غیر گریه نداره. این آقا هم که کشته گریه. روم نشه به چیزی بخواه، شاید باورتون نشه ولی تو این 10 مرتبه که اومدم کربلا روم نشده، فقط زیر قبه‌ش هم گفتم اینجا دعا مستجاب، فقط فرج امام حسین. همین تو بذار برات گریه کنم، من هیچ چی نمیخوام.
همین که گریه کنت باشم، من اگر گریه برایت نکنم نمیدونم تو بذار فقط برایت گریه کنم. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید در کتاب کامل و زیارات ابن قولوی صفحه 270 تا 272 می توانید این نکته رو که عرض می کنم دریابید. کنجا چند تا روایت هست که 5 فرسنگ در 5 فرسنگ زمین کربلاست، یعنی گستره زمین کربلا همین است، و خداوند 24,000 سال قبل از خلقت کعبه کربلا را آفرید، و کربلا ارض مقدس است و کربلا همش در بهشت قرار می گیرد. یعنی کربلا خودش الان یک قطعه از بهشت است و هر کس وارد کربلا می شود وارد بهشت شده است، میهمان خداست و بهترین لحظه زندگیش رو دارد بیگذراند. یعنی پیشتر از رسیدن به بهشت داره در بهشت تنفس می کند. اما همونطور که شما هم دارید می بینید یه کاغذی رو در خونه خورده و جالبه که دوروبر نوشته هایی که در واقع خود صاحب خونه نوشته یه سری دستخط هم به چشم می خوره. ای کاش بخونید